فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده ای که اسمشون رو ذکر نکردن، سه شماره اخیرشون 522، سوال کردن که آیا زمینی که میراثی است و چند میراث بر دارد، اگر یکی از میراث بران قسمتی از آن را بدون اجازه بقیه بفروشد و بعد از چند سال بقیه اعتراض کنند، حکم آن چیست و حکم آن که زمین را خریده چیست؟ زمینی که مشترک باشد، قطع نظر از این که ارث رسیده باشد به اونها یا کسی هدیه داده باشد یا اینکه خودشون خریده باشند، و به هر صورت زمین مشترکی هست، هیچ یکی از شرکا اجازه دخل و تصرف در اون زمین را بدون اجازه شرکای دیگر ندارند. حتما باید با هماهنگی همه انجام بشود، و اگر قرار باشد که اون را بفروشند یا هر دخل و تصرف دیگری که انجام بگیرد، اگر یکی از شرکا خودسرانه و بدون اطلاع و مشوره بقیه شریکان خودش این زمین را فروخت، اگر واقعا اون شرکا به هیچ عنوان اطلاعی رو نداشتند، یعنی با گذشت چند سال اون گونه که در سوال اومده اطلاعی رو نداشتند، پس بنابر به محض این که اطلاع یافتند میتوانند برند از این معامله جلوگیری بکنند. خب راه های دیگری هم هست، میتونند که با هم دیگه به صلح برسند، اون قسمتی که فروخته اگر واقعا سهمش به اون اندازه هست اونو به اون به اصطلاح واگذار بکنند و معامله جاری بشه. این بستگی به خواست اونها داره. اما اگر این رو نمیخواستند، به محض اطلاع میتوانند برند جلوگیری بکنند و اون زمین رو از اون خریدار دوباره برگردانند، یعنی این اختیار رو دارند که این معامله رو دوباره فسخ بکنند و این معامله کلا از بین برود و زمین رو دوباره به اصطلاح ملکیت خودشون بازگردانند.